موسیقی در افغانستان در دهه اخیر رشد قابل ای داشته است و چیزی که بیشتر قابل توجه همگان است این است که حضور چشمگیر بانوان در این عرصه افزایش یافته است و با وجود نابرابری‌های های فرهنگی و اجتماعی و جامعه سنتی زنان کوشیدند تا در رشد توانایی های هنری خود مبارزه کرده و دستاوردهایی نیز در این عرصه داشته باشند در میان هنرمندان جوان یک تن از بانوانی که صدای خوب هم دارد شامل است که توانسته در مدت کوتاه علاقمندان فراوانی را با خود داشته باشد و این آوازخان جوان افغان البته فردی به جز خانم راهیل یوسف زنگ نیست که چهره تازه در دنیای موسیقی افغانستان به شما می رود خانم یوسف زنگ سلام بر شما و را به شما تبریک و تنیت می ممنون از که وقت خود را در اختیار برنامه ایمان گذاشته. سلامت باشین و همچنان سلامی خود تقدیم می میکنم خدمت شما و خدمت تمام بیننده های کمیل لحظه از طریق تلویزیون از طریق صدای آشنا ما را تماشا میکنن و عید سعید فطر با تمام کافه ملت افغانستان و مسلمانان جهان تبریک تهنیه می کنم ممنون شما قبل از اینکه بپردازیم به نوعیت موسیقی و یا نوعیت آهنگ هایی که شما میسازین حضور شما من هستی یک بانوی جوان در عرصه موسیقی در افغانستان تا چه دشوار بود و تا چه حد حمایت خانوادگی را در عرصه تبارز در هنر با خود داشتید؟ خب من براتون بگویم که از زمان که من هنر موسیقی را شروع کردیم طفل بودم و زیاد علاقه بر موسیقی داشتم و تشویق خانواده چون در خانواده هنرمند زاده شدیم و با نوای موسیقی ما بزرگ شدیم زیاد علاقه پیدا کردم که هنر موسیقی را انتخاب کنم و شوق علاقه خودم بوده و پدر جانم هم هنرمند است شاید آشنایی داشته باشین رحیم یوسف زی و محب. تشویق خانواده و تشویق دوستا و تشویق تمام عزیزا بوده که ما تایی رسیدیم بله خب در جامعه سنتی که همیشه اکثرا انگشت انتقاد و جانب زنان است چرا فکر میکنین که هنرمندان زن در عرصه موسیقی با انتقادات شدیدتر مواجه هستند در مقایسه با مردان خب ما فکر می کنم البته به نظر ما همی در شرایط داغی که ما فعلا حضور داریم و زندگی می کنیم در افغانستان ام با امکانات کمی که ما داریم و امنیت نیست در افغانستان ما فکر می کنم که همی یک چی میگن مشکل بزرگ یک تهدید بگویم و یک مشکل بزرگ بله. بر ما خانم ها باشه بله برمیگردیم به نویت آهنگ های شما شما در سبک آوازخانی از کیها پیروی میکنین آهنگ های خود را چطور کمپوز میکنین در تهیه ویدیو ها هم آیا باز هم برمیگردیم به موضوعات سنتی جامعه برخ محدودیت هایی وجود داره که از تولید ویدیو برای آهنگ هایتان جلوگیری کنه. ببخشید من سهی سوال نگرفتم میخواستم <applause> در مورد نوحیت آهنگ های شما معلوماتی را داشته باشین در سبک آوازخانی از کیها شما الگو میگیرین، الهام میگیرین، ویدیوهای خود را چگونه تهیه <applause> میکنین و واکنش ها تا <applause> کنون در قبال آهنگ هایی که برای جوانان ساختین یا برای شنونده ها چگونه بوده مثبت یا منفی؟ ما از زمانی که موسیقی را شروع کردیم مسلکی شروع کردیم و از کلاسیک شروع کردیم و سبک من غزل است و هم کلاسیک می بله. و درباره آهنگایم بگویم اه اه گفتین معلومات بدم درباره آهنگا بله بله اگر لطف کنین کمی معلومات بدین که چه سبکی را شما تعقیب میگن چون متاسفانه در عرصه موسیقی تقلید بسیار رایج است همگی میکشن به نوعی از سبک های هنرمندان هندی یا غربی یا ایرانی یا عربی الهام بگیرن و بیشتر آهنگ ها هم تولید مجدد آهنگ است که در قدیم در افغانستان خوانده شده آه. ما گفتم سبک که ما غزل است و ما غزل می و از کلاسیک هندی شروع کردیم موسیقی را و ما خودم بیشتر میخوایم که یک سبک خود داشته باشم و میخوایم به مردم ما خودم الگو باشم اه و دیگه کوشش خود زیاد خودم میکنم اه اه که آهنگ های خوبتر و بهتر به مردم خود اه اه تقدیم کنم و در آخر رایل جان به او تعداد از دختران جوانی که صدای شما را می و علاقه دارند به هنر و موسیقی و خواهند در این عرصه فعالیت های خود را آغاز کنند چیست؟ ما در نه تنها در رشته موسیقی بلکه در تمام رشته ها چی اقتصاد باشه چی حقوق باشه چی هنر موسیقی باشه چی رسامی باشه ما برشان امی توسعه را می کنم که اگر در هر رشته که علاقه دارن و استعدادش دارن او رشته را بس تحصیلات عالیش یعنی برسانن تحصیلات کنن در اون رشته و گفتنی خاص دیگر ندارم تشکر از اینکه مرا دعوت کردین خوشحال شدم که امروز ما با شما بودم ممنون سپاس از حضورتان در برنامه موفق و معید باشین تشکر از شما